به نام خداوند بزرگ و مهربان، با تقدیم سلام به تمام شما بیننده های عزیز آرزومند هستم. روز تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. باز هم نیم ساعت مهمان خانه های شما هستیم. آرزومند هستم شما هم بیننده برنامه باشین و آنچه می خواهیم امروز در برنامه تقدیم شما عزیزان کنیم، مستفید شوین و به معلومات شما افزود شوه. امروز می خواهیم در رابطه با یک موضوع بسیار مهم بحث هایی داشته باشیم. شما هم بیننده باشین. می خواهیم درباره حقوق همسایه از دیدگاه اسلام بحث کنیم که همسایگان ما در کنار ما که هستند چی حق و حقوق دارند و ما چگونه میتونیم که حق و حقوق همسایگان ما را برآورده بسازیم. واقعا همسایگان ما کسانی هستند، یعنی نزدیکترین کسایی هستند که ما میتونیم برای از اونها تکیه کنیم و زمانی که ما به چیزی نیاز میداشته باشیم، یعنی اولین کسی که برای ما کمک میکنه همسایه ما هستند. بس چی خوب است که بس ما را بیشتر ادامه میدیم با جناب استاد سعید یعقوب همدرد که استاد دانشگاه هستند، در رابطه با این موضوع برنامه میپردازیم. در آغاز برنامه سلام، خیلی خوش آمدین. تشکر، سلام خدمت شما کارکنان تکنیکی شما و بیننده های عزیز. تشکر میکنم مرا دعوت کردین. سلامت باشین. جهان سپاس. همچنان از شما تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. بین استاد، در آغاز برنامه برامو بگین که حقوق همسایه از دیدگاه اسلام از شما میشنویم. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. حق همسایه قسم که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میگه والجار ذی القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب، و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم آنقدر بالای همسایه جبرئیل امین آمد وصیت کرد مرا در قسمت نیکی با همسایه، که فکر کردم که همسایه شاید از ما میراث ببره. آنقدر تاکید شد. پس تاکیدات جبرئیل از دل خود تاکید نمیتونه الا که منتج به وحی الهی باشه و الله برش گفته باشه. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم در راستا آنقدر همسایه رو برای ما معرفی کرده بود که همسایه کی است. برای ما در حدیث میگه تاکیدات زیاد که از دست که جبرئیل کرد، ما گفتم از بعد اینا از ما میراث میبرن. پس در اهمیت موضوع اضافه میکنه که حق همسایه بالای همسایه هایش خیلی زیاد است. یک حق همسایه همی است که وقتی که در راه را میبینی سلام علیکی هم رایش میکنی با پیشانی گشاده و باز. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ابازر غفاری میگفت که ای ابازر، هرگاه شربا پخته کردی کمک آبش زیاد کو و یک چمچه بر همسایت رایی کو. یه حق همسایه است. و همچنان کسانی که گرسنه است همسایشون خواب میکنن و اینا سیر شکم سیر خواب میکنن، اینا ایمانشان هنوز تکمیل نشده. پس بناهن یک حق دیگه که همسایه بالای ما داره ای است که همسایه را اذیت نکنین. از این که از شر دست زبانت حد اقل اگر دیگه کار برش نیکی نمیتونی، خوبی نمیتونی، حد اقل همی باشه که از شر دست و زبان ما همسایه در امان باشی، حقش است. و برش همراهش کمک شوه، نصیحت شوه در او کارهایی که نمیفهمه. چرا؟ نزدیکترین شخصیت برای ما همسایه ماست، حق نصیحت بالای ما داره. برش نصیحت کنیم در صورتی که تخطی میکنه. کل انسان ها بر یک مستوا نیستن، مستواهای عقلیشان، علمیشان، فکریشان فرق میکنه. و می اساس است که یک حق همسایه بالای ما است که او نصیحت شوه. اگر نمیفهمید برش گفته شوه. در مقابل آزار و اذیتش دین مبین اسلام میگه باید صبر کنیم. ما هرگاه همسایه ها بر ما اذیت و آزار میکنه، دین هم میگه صبر کنیم برشان. و الله تبارک تعالی او کسر دوست داره که همسایش اذیت و آزارش میکنه، ضرر برش میرسانه، نظر به ای که حق همسایگی رو رعایت کرده صبر میکنه، الله میگه شخصیت دوست داره. بله، بدون شک. سلامت باشین جناب استاد. واقعا ما در گرمای گرم زندگی در سایه سرد همسایه زندگی میکنیم و وجود همسایگان ما با ما دلگرمی میبخشه. اگر بین ما امو رفتار خوب باشه و امو حق و حقوق همسایه‌داری را ما مد نظر داشته باشیم، بدون شک که میتونیم احساس خوبی داشته باشیم. شما عزیزان بیننده برنامه رسم زندگی هستین. در رابطه با موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم، حق و حقوق همسایه از دیدگاه اسلام است، اگر نظر دارین و یا هم سوال دارین میتونید
میتونید به شمار تماس برنامه ما 0202293 به تماس شوین، نظر خود با ما شریک بسازین. بین استاد محترم بر ما بگوین که رفتار نیک یا رفتار خوب ما با همسایگان ما چگونه میتونه باشه؟ ما یعنی کدام رفتار باید داشته باشیم که بتونیم حداقل خود راحت احساس کنیم که واقعا ما رفتار خوب داشتیم همراه همسایگان ما؟ تشکر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان مو است که امرای دیگر مسلمان ها که از جمله مسلمان همسایه هم شامل میشه، نزدیکترین کس از جمله مسلمان ها همسایه های ما هستند. اما بهترین کاری که ما در حق همسایه کرده میتونیم امی است که از شر دست و زبان خود اینا را در امان داشته باشیم. و هرگاه برای مصیبت های بالایشان اولین شخصیت های ما باشیم به نزدیکانشان، حتی از پدر و مادر که اینا دورتر اگر باشند، برشان اشخاصی که ما هستیم نزدیکترین کسان برای همسایه خود، ما کوشش کنیم برای اینا در مصیبت ها و ما مصائب و مشکلات هایشان رسیدگی کنیم. بله. اگر خوشی های داشتن برشان غم شریکی میکنیم در مشکلات هایشان و در خوشی هایشان احساس خوشی میکنیم. اگر مشکلات و مصائب غم های دچار اینا شد، در غمشان غم شریک میشیم. و حتی گفتیم ما پیشتر که اگر در جهالت به سر میبردن، نمیفهمیدن چی داره، نخوانده بودن، مشکلات دینی داشتن، مشکلات علمی داشتن، معذور بودن، میشه که در مقابل صبر در مشکلات و مصائب غذیت هایشان ما صبر کنیم و برشان نصیحت کنیم که کار درست نیست. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق همسایه، شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت همسایه های زیاد دارم، همو کسی که بسیار برای من نزدیک است این برای من اذیت میکنه. بر علاوه که اینا قرآن میخوانن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، حج میکنن، اما من از شر دست و زبان از دی در امان نیستم. رسول الله صلی الله علیه و آله برش فرمود که او از اهل جهنم است. پس هشدار رسول الله صلی الله علیه و آله، هشدار از طریق برنامه شما بر او همسایه هایی که حقوق همسایگی را رعایت نمیکنن، که همسایش از شر دست و زبانش در چی است؟ در مشکلات است، اذیت میشه. پس اونا الله تبارک تعالی توسط رسول خود وعده جهنم برشون داده. پس بنان اگر همسایه ای که شکم سیر خواب میکنه و او کسانی که شکمشان گرسنه است که همسایهشان است، هنوز هم ایمان در وجود از او ریشه دوانی نکرده. بله. پس بنان حقوق همسایه است که ما برش رسیدگی کنیم، در غمشان شریک میشیم، در خوشیهایشان با هم شریک هستیم، مصائب و مشکلاتی که برشان پیش میشه داد و ستود همسایگی برشان داشته باشیم، از جمله بخیل ها نمیباشیم. بله. شما سلامت باشین جناب استاد. دوست عزیز، میریم به طرف یک میان برنامه خیلی کوتاه. برنامه ما ادامه داره، شما ما را همراه باشین. دوباره برگشتیم عزیزان، ادامه برنامه رسم زندگی هست و ما در برنامه موضوعی که مد نظر گرفتیم و میخوایم بحث داشته باشیم در رابطه با حق و حقوق همسایه از دیدگاه اسلام است با استاد گرامی سید یعقوب همدرد که استاد دانشگاه هستند. در رابطه با موضوع پرداختیم. فعلا هم از استاد میپرسیم که همسایه یعنی در قسمت انواع و اقسام همسایه بر ما اشاره برسانند که همسایه به چند اقسام هست استاد گرامی؟ تشکر. قسمی که از داشته های دینی و آموزه های اسلامی معلوم است، همسایه را تقسیماتی که در فقه اسلامی کردن، همسایه سه قسم همسایه داریم. یک همسایه است که الله تبارک تعالی را برای ما میگه همسایه که قرابت همراهی تو داره، در خویشاوند تام است، اما همسایه تام است. اینا بالای ما اینا همسایه هستن که نزدیک ما هستن. بله. و خویشاوند هم هستن. بله. اینا حقوق سیگانه برای ما دارن. یک حقشان این است که حق قرابتشان، حق دوم حق اسلامشان و حق سوم حق همسایگیشان. پس بنان مسلمانی که مسلمان است و نزدیک ماست، خویشاوندان ماست و همسایه مم شدن، این بالای ما سه حق بود که ما حق قرابتش، حق مسلمان بودنش و حق همسایگیش. و مسلمان دیگه است که همسایه دیگه است که اونا مسلمان هستند، همسایه ما هستند. پس بنان دو حق بالای ما دارن. از جمله خویشاوندان هستند، فقط هم شهر ما و هم نو ما هستند، مسلمان هستند. یک حق مسلمان بودنش است و یک حق همسایگیش است. و مسلمان سوم که هستند اینا کافر هستند، کسانی که غیر مسلمان هستند، او همسایه ما است، در پهلوی ما است. فقط بالای ما یک حق داره که ما حق همسایگی است که حق اسلام اونا ندارن و حق نزدیکی را ندارن، فقط حق همسایگی باید تلف نشه. به خاطر چی ما میگیم؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره همسایه مطلق همسایه را گفته.
خواه مسلمان باشه، خواه کافر باشه، خواه هر کیشی که باشه، ما مجبور هستیم که از شر دست و زبان ما اونا اذیت نشن. پس بنابراین در کل میتونیم که همسایه ها را به سه قسم تقسیم کرد. بله، سلامت باشین جناب استاد محترم. واقعا خداوند جل جلاله در آیه 36 در سوره نساء میفرماید که به پدر و مادرتان احسان کنید و به خویشاوندان، نزدیکان، دوستانتان، همسایه خویش یا همسایه بیگانه نیکی کنید، چون خداوند انسانای فخر فروش و کسی که رفتار خوب نداشته باشه را دوست نداره. بدون شک واقعا همه قسم است. استاد بین در قسمت بر ما بگوین که در قسمت حدود یا نزدیکی همسایه که ما مثلا تا چند خانه که از ما دور باشن نمیتونیم برشون همسایه بگیم، یا هم چند خانه که به ما نزدیک هستن میتونن که به جمع همسایگان ما شامل شون. در این قسمت بر ما اشاره برسانین. تشکر. علما در رابطه گرفته شده از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که حد و مرزی که همسایه داره کدام اشخاص همسایه های ماست؟ آیا می کسی که در چهار طرف ما میشه، یکیش مطلب به طرف شرق است، یکیش غرب و شمال و جنوب، همین چهار تا همسایه ماست، یا فقط طرف دست راست از همسایه ماست، یا دست چپ، یا کدام از، یا کسی که دروازه ازی پیشوری دروازه ماست که هر روز صبح میبریم بعد سلام علیکی کنیم. پس حد و مرد که بر همسایه تعیین شده، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که 40 خانه است. 40 خانه در چهار طرف تو در چهار طرف 40 خانه که است، اینا همسایه هستند. امام عزیز میگه گرفته شده از حدیث که همسایه 40 خانه و طرف همسایه توست، از شروع اول تا 40 اینا همسایه شما میباشن. و همچنان حضرت علی کرم الله وجهه میگه که همسایه کسی است که صدای ما که صدا میکنیم، تا هر چقدر صدای ما رو بشنوه همسایه ماست، چهار سمت هر چقدر که صدای ما رو بشنوه. اما از این کمک علما پیشتر رفتن، میگه همسایه ما اونمو است که در یک شهر، یک در منطقه، در یک مدینه، در یک محوطه‌ای که هستیم، اونما تمامشان همسایه ما هستند. بله. پس بنابراین در کل امت مسلمه، اگر بر یک کلام بگویم که شهروندان یک کشور یا یک منطقه در خاصترش، تمام از اینا همسایه یک دیگر هستند، از امو حقوق برخوردار هستند که همسایه برخوردار هستند. بله، شما سلامت باشین جناب استاد. واقعا فعلا در شرایط امروزه، یعنی کسانی که مخصوصا در کابل زندگی میکنن، در بلاک هستن، تا از همسایه پالویشون آگاهی ندارن که مثلا کی هست یا کی میشینه همینجا. یعنی واقعا امی حق و حقوق همسایه داری اصلا مراد نمیکنن. میشه در قسمت اشاره برسانین استاد گرامی که پیش خود میگن ما در زندگی شخصی کسی مداخله نمیکنیم و می خوب است که در زندگی شخصی کسی مداخله نشه. حتی زمانی که یا بیرون هم میشن، با یکدیگه خود مقابل هم میشن، سلام علیک نمیکنن، چون میگن بیگانه است. میشه در این قسمت بر ما اشاره برسان استاد گرامی؟ درست است، گرچه ما مسلمان هستیم، مسلمان های تذکیره ای، اما فهم غلط دینی برای ما از اول داده شده. فهم غلط دینی برای ما داده شده، قسمی که شما گفتین یک تعداد بله پیدا میشه که میگه ما را به زندگی شخصی کسی چی؟ بله. اگر همسایه است امروز دیدمش تو به یک جای دیگه کوچ میکنی یا میره، یا شاید آرزی یک چند روز میجا آمده باشه، همسایه دائمی هم نیست که از این ما مودت بگیریم و الفت بگیریم. بله. پس فهم غلط دینی است که برای ما داده شده. دین مبین اسلام روابط اجتماعی انسانها را به اساس اخوت و برادری تشکیل داده، انما المؤمنون اخوتون. پس حق مسلمان بالای ما اینمی است که ما برادر باشیم با هم، خواهر و برادر در یک اجتماع. اما همسایه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و آله سخت برای ما وعید میگه، عقاب برای ما پیش کرده، عذاب پیش کرده در مقابل او همسایه‌ای که ما بی‌اعتنا هستیم، وقتی که ما در داد و گرفت از او غرض نداریم، در خوبی و خرابیش غرض نداریم، بس هیچ است که ما مسلمان فقط تذکره‌ای میشیم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرماید که ای ابازر، وقتی که شوربا پخته میکنی تو کمک آبش زیاد و بر همسایه‌ت بده. این وحدت مسلمان‌ها را ایجاد میکنه. پس وقتی که ابازر میگه که شروع را که وقتی پخته که کمک آبش زیاد بر همسایه بده، تا چی که از درد و غم همسایه با خبر باشی، حتی من حیث هدایا و تحفه، وقتی که تو خلطه که میوه تمرایت از داخل خانه میشی و همسایه تو را میبینه، میکوشش که ازمو یک چیز برش بده، او توقع داره به طرف تو میبینه که همسایه مسی نظرم و لیاقت که بر تو میبینه، شایستگی که برای خود فکر میکنه، من همسایه یک شخصت نیک هستم، هرگاه مشکل سرم بیایی برش رفع میکنن. بله. چرا همسایه خیلی نزدیک میشه؟ پس بنابراین هدایایی که از بر همسایه داده شده، تحفه هایی که از بر همسایه داده شده، و همچنان چیزی که از بازار سودایی که میاری، در حد توانت اگر بود میشد که زندگی خودت تکافو شده و پیش رفت شده، میشه که از این طرق برش. حتی کسانی که
همسایش بار بار اذیتش کرده، بار بار همسایه اذیتش کرده، بازم الله میگه دوش صبر داشته باشین. خیلی پس کسانی که میگه بز در پای خود و گوسفند در پای خود و من این همسایه را چی کنم، بخوایی نخوایی مسلمان در دین مبین اسلام من حیث یک مسلمان به ما چی نداره. در مقابل بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چوز به بدرد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهن آدمی. پس بنان امسایه ای که زیاد وصیت شده در باره امسایه، که حتی میشه که رسول الله به یک قدر بر ما وصیت شد، جبرئیل امین فکر کردم میراث میبره، چطور ما میتونیم در اوت در باره اوت یک شخصیتی که حتی ممکن بود که از ما میراث بره و ما خمود و جمود و بی‌تفاوت باشیم. پس اگر مشکلات می داشته باشه، در مشکلات رسیدگی میشه و به تفاوت بودن به خبری از اسلام است، پس ما بخوایی نخوایی در قضیه همسایگی دخیل هستیم. مشکل همسایه شما سعی کنین، اگر در خانه همسایه خدای نخواسته که از همسایه های ما اوجه آتش فشانی میشه یا در میگیره، مجبور و مکلف هستیم به خاطر از اینکه یکی به خاطر انسانیت، بله، دوم به خاطر از اینکه ما کمک میخوایم که اونا چی نشن، در نگیرن و سرایت نکنن به طرف ما. همچنان در خوبی هایشان هم شریک هستیم، در خرابی هایشان هم بخوایم نخوایم باید ما از همسایه خود باخبر کنیم و همچنان نصیحت ها داشته باشیم، در مشکلات مصائبش برسیم و اذیت و آزار متوجهش نسازیم و حتما در قضیه دخیل هستیم به تفاوت نخواد باشیم. بله شما سلامت باشیم. بدون شک واقعا همسایگان ما بالای ما بسیار حق و حقوق بسیار دارن. زمانی که اگر مریض می باشن باید به عیادتشان بریم، اگر به چیزی نیاز می داشته باشه باید کمکشان کنیم و یا هم در اگر مراسم خوشی می داشته باشه باید اشتراک کنیم و برشان یعنی بگوییم که خوش شویم، در غم خوشیشان شریک باشیم. استاد گرامی با کدام کارها، یعنی ما کدام کارها را میتونیم که انجام بدیم و باعث ناراحتی همسایه ما شود، یعنی کارهای زشت و ناپسندی که یک همسایه در مقابل دیگر همسایه میتونه انجام بده و باعث نارضایتی همسایه میشه، میشه که اشاره برسانیم؟ تشکر. طبعا اگر ما پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که شما فقط دو چیز برای من ضمانت کنین، من ضمانت بهشت میکنم، بله. و از اون جمله دو چیز یکیش زبان است و بهترین چیزی داره که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه شما ایر حفاظت کنین، امی زبان است و دست و زبان است. بهترین کاری که ما میتونیم در حق همسایه خود ما انجام بدیم و او را خوشنود بسازیم که اونا اذیت نشن، از کارهای ما اذیت نشه، فقط حفاظت از دست و زبان در مقابل همسایه، غیبت همسایه نشه، نمامت و سخنچینی از همسایه نشه. یک تعداد امروز بعض افراد هستن در جامعه که باعث اذیت و آزار همسایه قسم شدن که ما عملا این کار دیدیم که کثافت هایی که آشغالی هایی که خودشون جمع کردن گرفتن، آشغالی ها را در پیش دروازه همسایه گذاشتن، مثلا در تاریکی صبح یا در شب ایره گذاشتن، وقتی که همسایه مبرای سعی میکنه که برای خودی خواه اشغال از من ایست، پس ایره کیجا مانده، حتما یا ای همسایه مانده او همسایه. پس بنان یکی سبب رنجش و آزار اذیت همسایه همی است که ما بگیریم اشغالی خود در پیش خانه همسایه پردیم. بله. دیگر این که اگر مثلا موقع زمستان است، برف و باران میشه و برف زیادتر میشه، ما بگیریم بدترین چیزی که کار زشت است و همسایه ازی بد میبره که برفای بام خود بگیریم در اولی همسایه پردیم. این کار زشت است، نگاه حقوق همسایه این کار باید نشه. و همچنان رازهایی که همسایه در بین یکی دیگه دارن، بعض همسایه ها از قصه هایی دارن بین خود نشست و برخواسته هایی دارن، چرا این همسایه را آنقدر در تعالیم دینی نزدیک کرده که حیثیت یک خانواده را برش بخشیده. پس بنان رازهایی که از طرف همسایه بر ما گفته میشه، بدترین کار بر همسایه خاتمی بود که رازش افشا کنی در پیشگاه دیگر همسایه ها. هر همسایه از خود رازهایی داره، سخنان داره، دوستی های داره و بدترین کارهای امی بود که در مقابل همسایه که تو انجام میتی در خوشیش خوش نمیشی و در غم که همسایه برش پیش شده تو اظهار خوشی میکنی. یک طرف همسایه تو شاید که همسایه پلیت نباشه، یک دو خانه وسوتر باشه، غم را مبتلا شده باشن، مشکلات را مصائب را و تو امی را نادیده گرفته، عروسی بچه تا کردی، شاید باعث خیر اذیت کلان همسایه شوه که سوار از حد و مرزی که بر همسایه دین مبین اسلام گفته و تقدیم کرده و تو از همسایه های نیکی نیستی که در روز آخرت شاید ممکن این همسایه بر علیه تو قیام کنه و بخیده. و شکایتی که صحابه آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله از همسایه خود کردن و در روز قیامت این همسایه شکایت از تو کنه. درست است که در عصر امروزی نظر به یا مثلا میتونیم که ما یک مثال بسیار خوب دیگه رو بتیم که این میتونه که همسایه را اذیت کنه،
بلند کردن خانه های خود از حد که معمول است. بله، ما میتونیم که بله بله جلو آفتاب همسایه را گرفتی، خانهش سرد ساختی، در صورت که تاریک ساختی، همسایه بخواهی باز استاد برم. خب یکی رضایت که اگر شوه رضایت طرفین شوه، میگه من از حق خود در مقابل تو تیر هستم، چرا یک ایثار کردیم برای تو، نمیخوایم تو خفاش همسایه نیک مسی همین کارا بکنی. یکی مسئله رضایت است. یکی مسئله از این که یک تعداد هستن در جامعه فیلی عدم قدرت و صلاحیت خود کار گرفته و یه همسایه فقیر که در پالوش است گرفته خانه خود آنقدر بلند کرده که جلو هوای زیره گرفته، جلو روشناییش گرفته، از آفتابش گرفته و از مزایای دیگه که برخوردار شده، باید خانه زیر اصلا قسم ساخته که بسیار اذیت شده، اما از ترس از این که مبادا که اگر ما کتدی کشمکش کنم خدای نخواسته منجر به بعد گپای نشه، این صبر میکنه. من مژده به او کسانی میتونم که از عموت و عمش همسایه هایی که اذیت و آزار میکنه برای شما میرسانه و شما در مقابل ازی به خاطر رضای خدا یا به خاطر ازی که نمیتونم چی کنم، نمیتونم مظلوم واقع شدیم، پس الله تبارک تعالی میگه که کسی که در مقابل امی مشکلات های همسایه خود امی اذیت ها و آزارهایش صبر میکنه، الله تبارک تعالی ایره دوست داره، ولو که تا وقت مرگتون فرا برسه همه اذیت آزار زیاد میشه. این دوستی الله با او همسایه هایی است که در مقابل اذیت همسایه خود صبر میکنه. شما سلامت باشین جناب استاد. دو دقیقه از وقت برنامه باقی مانده میشه که به عنوان آخرین گپایتان بر ما اشاره برسانین که ما چطور میتونیم در مقابل همین همسایگان که مثلا یعنی بدی میکنن یا کارهای زشت انجام میتن، چطور میتونیم در مقابلشان صبور باشیم و پاسخ بدیشان با خوبی بدیم؟ تشکر. فقط این میتونه که ما عقیده ما اما چیزی که یک تا پرستی ما داریم خالق ما امر کرده که در مقابل اذیت های همسایه صبور باشین. و دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که امرای همسایه آنقدر نیکی کنین که جبرئیل امین میگه اگر کم بود که اگر زیاد برام میگفت شاید بس میراث میبردن. پس بنا ما رو تشویق کرده. موضوع دیگری که کسی که اذیت و آزار بر همسایه خود میکنه موجب دخول ازی بر جهنم میشه. و موضوع چهارمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما میفرماید والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، قسم به الله است که ایمان نمیبرند، ایمان نمیبرند، ایمان نمیبرند. صحابه گفت کی ایمان نمیبره؟ پس او را برای صحابه گفت امروز من را برای شما میگم که حکمش هام است. ایمان نمیبرند کی؟ کسانی که همسایش از شر دست و اذیت‌ها و آزارهای دی در امان نباشند. پس ما مسلمان من حیث مسلمان همسایه برادر ماست، همسایه نزدیکترین شخصیت برای ماست. کوشش شوه که چی همسایه خانه باشه، چی همسایه دوکان باشه و چی همسایه کشور باشه در امن و امان ما زندگی کنیم. شما سلامت باشین جناب استاد گرامی که عزیز در برنامه امروز ما تشریف آوردین. شما زنده باشین. سلامت باشین. دوستان عزیزی بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم در رابطه با حق و حقوق همسایه از دیدگاه اسلام. امیدوار هستم که چیزهایی که باید میفهمیدین را فهمیده باشین و چه خوب است که یکدیگر خود دوست داشته باشیم و همو چیزهایی که لازم است مد نظر بگیریم، در فضای مهر و محبت زندگی کنیم. این بود برنامه امروز. تا دیدار بعد، بدرود. Thank you.